خیلی وحشت زده بودم و واقعا توی شوک بودم، نمیدونستم باید چی کار کنم و در حالی که نمیتونستم روی پاهم بیستم لباسامو پوشیدم و واقعا تلو تلو میخوردم و از خونش رفتم بیرون. واکنش به همصدایی زنان علیه تجاوز و آزار جنسی. پلیس ایران میگوید مردی را به اتهام تجاوز به 10 نفر بازداشت کرده. از یک حقوقدان درباره موانع حقوقی پیش روی قربانیان آزار جنسی میپرسیم. همچنین از یک پژوهشگر جنسیت میپرسیم چرا این حجم از آزار جنسی تا الان مسکوت مانده. در ادامه برنامه امشب، طرح مجلس ایران برای محدودیت همه شبکه‌های اجتماعی خارجی، قانونگذاران به دنبال تعیین مجازات زندان برای استفاده از فیلتر شکن هستند. آقای رئیسی مثلا جزء این گروهی بوده که اعدام کرده مثلا رو. خب آقای رئیسی رو باید جایزه داد. اول آقای رئیسی در گذشت یکی از شهرهای جنجالی قضایی و امنیتی ایران، بعضی رسانه‌ها میگویند روح الله حسینیان به کرونا مبتلا شده بود. و حمله طالبان به قرارگاه کماندوهای ارتش افغانستان در بلخ، دست کم 3 نفر کشته و 10 غیر نظامی مجروح شدند. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. در تحولی کم سابقه، روایت ده‌ها تجربه مشابه، شکستن سکوت و همصدایی چندین کاربر زن در فضای مجازی منجر به واکنش مقام‌ها در ایران شد. به گزارش رسانه‌های ایران، کیوان امام‌وردی، فعال حوزه گردشگری، به اتهام آزار جنسی و تجاوز به 10 نفر بازداشت شد. دامنه این افشاگری که با هشتگ آزار جنسی شروع شد در روزهای اخیر بسیار گسترده شده و در میان افشاگری ها پای بعضی از چهره‌های مشهور در عرصه‌های گوناگون هم به میان آمده. به گفته رئیس پلیس تهران، تمام شاکیان با اطمینان از محفوظ ماندن هویتشان می توانند برای طرح شکایت به پلیس امنیت عمومی مراجعه کنند. آیا این نوک کوه یخ چنین پرونده هایی است؟ آیا شاهد تولد جنبشی هستیم علیه تعرض و تجاوز؟ روند حقوقی در پرونده چطور پیش خواهد رفت؟ بیشتر به این موضوعات می‌پردازیم. اول گزارشی ببینیم از فرین آسمی. کیوان امام‌وردی، مشهور به کیوان امام، فردی که در روزهای گذشته اسمش بارها و بارها در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد، اما نه به نیکی. زنان بسیاری در شبکه‌های اجتماعی در روزهای گذشته گفتند که آقای امام آنها را فریب داده و بعد از بیهوش کردنشان به آنها تجاوز کرده. اتهام‌هایی که البته هنوز در دادگاهی ثابت نشده‌اند. این آدم را از طریق دانشگاه می‌شناختم و این آدم هم کلاسی من یا هم رشته من نبود، فقط یک چهره‌ای بود که خیلی فعال بود توی دانشگاه و من به واسطه آدم‌های مشترکی که دورمون بود باش آشنایی مختصری داشتم. یک سال بعد از اینکه من از دانشگاه فارغ التحصیل شدم، توی اینستاگرام همدیگر رو فالو داشتیم و این آدم به من پیام داد، سر یک موضوعی بحث رو باز کرد و ازم خواست که اگر که دوست داشتم یک بار همدیگر رو بیرون ببینیم به قرار چای و پیاده روی، قدم زدنی، چنین چیزی. من یک بار با این آدم بیرون رفتم و هیچ رفتار نامحترمانه ای ازش ندیدم. یه قرار کاملا ساده معمولی بود، راجع به مسائل روتین با هم صحبت کردیم. بعد از اینکه خواستیم با هم خداحافظی بکنیم، من رو به خونش دعوت کرد. حالا طبق اون بک‌گراند نالجی که من داشتم و خودشم تلویحاً اشاره کرد، من میدونستم که اون تنها زندگی نمی‌کنه. بیشتر کسانی که آقای امام‌وردی به آنها تجاوز کرده در شبکه‌های اجتماعی گفتند که به او اعتماد کردند. بعداً منو دعوت کرد. من واقعا توقع این رو نداشتم که توی خونه که میرم فقط خودش باشه. دنبال آدم‌های دیگه می‌گشتم که طبیعتاً پیدا نکردم و بهش که گفتم خیلی معمولی برخورد کرد و گفت که نه، کسی دیگه امروز اینجا نیست. یک چنین چیزهایی سعی می‌کرد خیلی مهمون نواز باشه، برای من داشت شام درست می‌کرد و خب کابینت نوشیدنی هاش و کلکسیونش رو به من نشون داد و بعد به هم تعارف کرد از یک نوشیدنی. من اون لحظه به این دقت نکردم که چرا خودش نمیخوره. خودش یک بهانه ای آورد، یک چیز این چنینی که نمیدونم، خاطرم نیست واقعا، معده‌اش گفت درد میکنه یا یک چنین چیزی که من قانع شدم و خوردم. و بعد از اون یادم که
به مرور سرم سنگین شد و خیلی لخت شدم. یک حال عجیبی به من دست داد. این آدم بعد از چند دقیقه اومد، من توی حال نشسته بودم و سعی کرد که به من نزدیک بشه، من رو لمس کنه و من با همون حال نیمه هوشیار بهش گفتم که نه، ولی خب گوش نکرد و منم توان فیزیکی کافی نداشتم برای اینکه باش مقابله بکنم. من رو کشید، با خودش برد توی اتاقش و روی تختش انداخت و به من تجاوز کرد. نوشیدنی حاوی ماده‌ای که بیشتر این زنان را گیج و خواب‌آلود کرده، روش مخصوص کیوان امام بوده برای اینکه این زنان در برابر او مقاومتی نکنند. یادمه که این قضیه خیلی طولی نکشید و بعد من رو رها کرد و رفت و من رفت توی حال و من خیلی وحشت زده بودم و واقعا توی شوک بودم، نمیدونستم باید چیکار کنم و در حالی که نمیتونستم روی پاهم بایستم، لباسامو پوشیدم و واقعا تلو تلو میخوردم و از خونش رفتم بیرون. اتهامهایی از این دست هنوز در دادگاه اثبات نشده است. به دنبال شکایت‌های متعدد در فضای مجازی از سوی دختران، به خصوص دختران دانشجو که می‌گفتند از سوی فردی به نام کاف الف مورد اذیت و آزار قرار گرفتند، ماموران پلیس امنیت تهران با شناسایی مخفیگاه این مرد او را دستگیر کردند. آقای رحیمی گفته شاکیان با اطمینان از اینکه هویتشان حفظ می‌شود می‌توانند به پلیس امنیت عمومی تهران مراجعه کرده و شکایت کنند، کاری که مریم آن را انجام داده. برای شهادت دادن راجع به این داستان من به پلیس مراجعه کردم و خوشبختانه خیلی برخورد ساپورتیوی داشتن. هیچ سوالی نکردن که به من این احساس ناامنی رو بده که نکنه از نظر اونها من مقصرم یا نکنه خطری متوجه منه. خیلی ساپورتیو بودن و گفتن که صرفا جهت شهادت من اونجا هستم و قرار نیست که شاکی خصوصی باشم و شهادت ها رو ثبت کردن و میدونم که این آدم دستگیر شده. در نبود رسانه های قدرتمند و مستقل در ایران، حالا کم کم شبکه های اجتماعی جای خود را باز می کنند. پیشتر و پس از اعلام خبر تایید حکم امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه نفر از دستگیر شدگان آبان 98، کمپین اعدام نکنید در توییتر و اینستاگرام موجب متوقف شدن حکم آنها شد. در روزهای گذشته هم شبکه‌های اجتماعی به ویژه توییتر پر بود از هشتگ‌هایی در اعتراض به تجاوز و افشاگری درباره آزار جنسی از زنانی که سکوت خود را شکستند و می‌خواهند روایت کننده آنچه باشند که سال‌ها یا ماه‌ها پنهانش کردند. به نظر می رسد شبکه‌های اجتماعی در ایران این روزها چنان قدرتی پیدا کردند که مسئولان را وادار به پاسخگویی می کنند. هرچقدر هم حکومت ایران بخواهد اهمیت این شبکه‌ها را ندیده بگیرد، اما به نظر می رسد حتی تصمیم‌های آنها هم تحت تأثیر موج‌های این چنینی در شبکه‌های اجتماعی است. فرین عاصمی، بی بی سی. برای گفتگوی بیشتر در این باره شادی صدر، حقوقدان و وکیل دادگستری از لندن با ماست. خانم صدر، خوش آمدید به برنامه. ابتدا شروع بکنیم از روند حقوقی که انتظار میره در این پرونده پیش بره. فکر میکنید که از اینجا به بعد چه اتفاقی میفته؟ پیش از هر چیزی من میخواستم واقعا از صمیم قلب تشکر کنم از تمام زنایی که در این روزهای گذشته با شجاعت تمام تلخ‌ترین لحظات زندگی خودشون رو روایت کردن و قدرت جمعیشون رو به شکلی نمایش دادن که همونطور که در گزارش شما بهش اشاره شده بود، باعث شد که مقامات انتظامی و همینطور قضایی به فکر بیفتن و یک پرونده تشکیل بدن. اما ما میدونیم که روایت ها بسیار بوده و بسیار بیشتر از یک یا دو یا سه نفر شخص الان به عنوان متهم نام برده شده یا بدون نام هستش و میدونیم که دامنه و گستردگی موضوع تجاوز و آزار جنسی به خصوص از سوی کسانی که زنان بهشون اطمینان دارن در مقام دوست، در مقام همکار، در خانه بسیار گسترده تر از این هستش. از نظر کلی این پرونده و پرونده های مشابه به اون، چه اونهایی که در قبل تشکیل شده و چه بعد از اون، روندی بسیار بسیار دردناک خواهد بود برای تمام کسایی که به نوعی این آزار رو تجربه کردن. اصلا آسون نیست و با موانع زیادی مواجه خواهد شد، اما از اون طرف چون همونطور که اشاره شد شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها روی موضوع توجه دارن، ممکنه که
مقامات انتظامی یا قضایی با دقت بیشتری به موضوع رسیدگی کنن، بهتره که خوشبین باشیم که این اتفاق خواهد افتاد. مسئله اساسی اینه که در قوانین ایران تجاوز و آزار جنسی به عنوان یک جرم به رسمیت شناخته نشده. اون چیزی که در قوانین ایران هست رابطه جنسی خارج از ازدواج هست که یا رابطه نامشروع که از نظر قوانین جمهوری اسلامی جرم و قابل مجازات برای هر دو طرف هست. حالا اگه یکی از این طرفین رابطه، در اینجا زن، بتونه ثابت کنه که این رابطه با رضایت صورت نگرفته، این تبدیل میشه به تجاوز یا زنای به عنف اونجوری که در قانون اومده، یا رابطه جنسی مادون زنا به عنف. اما مسئله اصلی اینه که اثبات که این رابطه به عنف بوده بسیار بسیار سخت هست و دفاعی که متهمین در این موارد بلافاصله از خودشون میکنن اینه که فرد با رضایت خودش تن داده به این کار. تعدد روایت ها و شباهت اونها در مورد این فرد خاص یا در مورد برخی از افراد دیگه ممکنه بتونه این مسئله رضایت رو حل بکنه در مورد این پرونده، اما همونطور که گفتم یک پرونده بسیار سخت هست. اون چیزی که مهمه اینه که قانون وکلا، وکلای دادگستری که باید به وظیفه‌شون عمل کنن، الان وارد بشن و به عنوان وکلای این زنان بیان دخالت کنن تو این پرونده که هم روند قانونی حفظ بشه و هم شاکیان یا کسایی که دارن این روایت ها رو مطرح میکنن کمترین آسیب رو ببینن و مجبور نشن هر بار و هر بار روایت های خودشون رو بازگو کنن. ضمن اینکه ممکن مهم اینه که این روند خبری همینطور ادامه پیدا بکنه، چون بدون این نظارت خبری به دلیل مشکلات و معضلات قانونی و به دلیل اینکه نظام قضایی و پلیس و کل این نظامی که قراره به این موضوع رسیدگی کنه اصلا نه آموزش دیده که چگونه با این پرونده ها برخورد کنه و نه حساسیت های کافی داره و نه قوانین کافی در این زمینه هست، در طول این مسیر طولانی و پردرد ممکنه منجر به بسته شدن پرونده، به تعویق افتادن رسیدگی یا حتی در نهایت نرسیدن به اون رأی دلخواه باشه. مهمترین چالشی که هست اینه که از همه اینها که بگذریم، متاسفانه به دلیل باز همون مسئله که این قوانین ایران ناکافی و ناکارآمد و بسیار بسیار نسبت به قوانین کشورهای دیگر عقب افتاده هستن، حتی اگه این افراد محکوم بشن به اتهام زنای به عنف یا رابطه خارج از ازدواج به زور یا همون تجاوز، در نهایت مجازات اعدام در انتظارشون خواهد بود که ما میدونیم که یک مجازاتیه که ممکنه خیلی از کسانی که امروز شکایت کردن باهاش موافق نباشن یا اینکه نخوان که مجازات اعدام اجرا بشه به عنوان یک مجازات غیر انسانی و خلاف حقوق بشه. بنابراین ما با مجموعه گسترده از مشکلات در این پرونده روبرویم که انتظار داریم در روزهای عادی همه ما دست به دست هم بدیم که کسایی که وارد این قضیه شدن و این زنان بتونن بر این موانع فائق بیان و برسه جامعه به جایی که حداقل این پرونده های رسیدگی درست و دقیق و در خور داشته باشه. میخوام مثلا رسیدگی به اتهام تجاوز، رسیدگی پیچیده، یه پرونده پیچیده، خصوصا اثباتش در روزهای گذشته بسیار از کارشناسان توصیهشون به زنانی که مورد تجاوز قرار میگیرن اینکه بلافاصله برند به مقامات شکایت بکنن، پزشکی قانونی. اما در بسیاری از مواردی که در این پرونده مطرح شده میشنویم که زنان به دلیل شرمساری یا به دلایل مختلف سکوت کردن و هیچ سندی برای اثبات اینکه تجاوز صورت گرفته ندارن. هیچ راهی برای اثبات این حادثه دارن؟ متاسفانه همونطور که گفتین، نه فقط در ایران، در بقیه نظام‌های قضایی هم مسئله مدارک و شواهد بسیار بسیار مسئله مهمیه در این زمینه و اینکه این مدارک و شواهد درست بلافاصله بعد از وقوع تجاوز یا آزار جنسی جمع‌آوری بشه و داده بشه یا معاینات پزشکی قانونی صورت بگیره با نهایت احترام و در واقع رعایت تکریم انسانی قربانی، اینا همه خیلی موضوعات مهمی هستش که در قوانین ایران و همونطور در روندهای قضایی که در ایران هست ما خیلی نمی‌بینیم که وجود داره. از طرفی هم مهمترین مسئله که در ایران ما نمی‌بینیم و باعث میشه که زنها خیلی نرن شکایت کنن، همون اول اینه که نهادهای حمایتی واسطه‌ای وجود ندارن. ما سازمان‌های غیر دولتی نداریم که از زنهای خشونت دیده حمایت بکنن، خانه‌های امن نداریم که زنی که مورد تجاوز قرار گرفته بتونه بهش مراجعه کنه و اونجا به همراه یک مددکار و یک نظام کاملا مراقب همه این مراحل سخت رو طی بکنه. نبود این نهادهای واسطه‌ای در ایران که در تمام سال‌های گذشته به دلیل سرکوب بسیار شدید جامعه
مدنی و تعطیل شدن معدود نهادها و سازمانهای غیر دولتی که تو زمینه خشونت علیه زنان کار میکردن باعث شده که اون فضای حمایتی وجود نداشته باشه. شبکه های اجتماعی و رسانه ها بسیار خوب عمل کردن در اینکه این مسئله رو اهمیتش رو گستردگیش رو نشون بدن، ولی کافی نیستن برای اینکه بتونن این زنان رو در این روند سخت همراهی کنن. خانواده ها اغلب آگاهی ندارن که چه باید کرد، دوستان و اطرافیان نمیدونن، حتی وکلا در این زمینه آموزش ندیدن. بنابراین من میتونم کاملا درک کنم چرا زنان تمایل و رغبتی ندارن که شکایت کنن، یا اینکه نمیتونن در همون لحظه های اولی که تحت تاثیر تروما و شوک وحشتناک هستن یک مشاوره درستی بگیرن که چه باید کرد، قدم بعدی چیه و کسی دست قربانی رو بگیره و اونو آروم آروم تو این مراحل سخت همراهی بکنه. متشکرم شادی صدر، حقوقدان و وکیل. نازیه کانوری، نویسنده و پژوهشگر حوزه سکس و جنسیت از تورنتو با ماست. خانم کانوری، خوش آمدید به برنامه. فکر میکنید که علت سکوت چندین دههی زنان ایران با توجه به حجم تعارضهای جنسی که متوجهشون بوده چی بوده تا اینجا؟ همطور که خانم صدر اشاره کردن، مسئله نبود حمایت قانونی موضوع مهمی هستش. بدون حمایت قانونی و بدون نهادهای واسطه‌ای که بازمانده یا قربانی رو متصل بکنن به اون نهادهای قانونی و بتونن از حقوقش حمایت کنن، عملاً با کسی طرف هستید که نمیدونه به کجا بره. آگاهی رسانی هم نشده طی سالا، جامعه مدنی نتونسته در واقع یک سری روشنامه های رو آماده کنه برای فردی که به هر دلیلی تجاوز یا تعرض جنسی رو تجربه میکنه، که بدونه که چه مراحلی میتونه بره، چه مراحلی رو باید بره، به بیمارستان باید بره، به پزشک قانونی باید بره. در داخل ایران این اتفاقها نیفتاده و در نتیجه چیزی که ما الان شاهدش هستیم مشابه جنبشی که در آمریکای شمالی اتفاق افتاد و بعد به اروپا هم سرایت کرد، جنبش میتو. من هم در افراد دارن از شبکه‌های اجتماعی استفاده میکنن برای روایتگری مسئله تعرض و تجاوز جنسی، و این روایتگری خودش به نوعی به افرادی که پیش از این قدرت قانونی نداشتن داره قدرت و وجهه قانونی و رسمیت میده. یکی از این در واقع خلل‌ها مسئله فرهنگ قربانی نکوهی، مشخصا در همین پرونده می‌بینیم که بسیاری معتقدن که زن اصلا چرا رفته مشروب خورده با مردی. فکر می‌کنید که این اعتراض، این حرکتی که اتفاق افتاده، ممکنه بتونه تغییری در این فرهنگ قربانی نکوهی هم ایجاد بکنه؟ بله، ما ببینید این موضوع بیان روایت تجاوز و تعرض جنسی اولین بار نیست که در حوزه زبان فارسی در شبکه‌های اجتماعی وبلاگ‌ها مطرح میشه، پیش از اینم مطرح شده. چیزی که حتی از الان این هفته امروز، این هفته که گذشت با هفته پیش از اون اگر مقایسه بکنید، می‌بینیم که همدلی و همدردی یه مقداری افزایش پیدا کرده. و من فکر می‌کنم این یه مقداری نقش رسانه‌ها بوده. چندین رسانه تریبون دادن به کسانی که تجربه تعرض جنسی کردن که بیان با جزئیات راجع به تجربهشون صحبت کنن. این اثر انسانی شنیدن داستان یک نفر با جزئیات به نوعی مسئله قربانی نکویی رو تبدیل میکنه با درگیری با اون روایت، و درگیری با اون روایت موجب میشه که فرد ببینه که نه، آیا اصلا میتونه به این روایت درگیری بکنه که بگه خب چرا رفتی، معمولا چیزایی که میگن، چرا رفتی منزل مردی که نمیشناختی، چرا مشروبات الکلی مصرف کردی با مردی که نمیشناختی. همچنان اینها هست، ولی صدای همدلی و صدای همدردی افزایش پیدا کرده و من فکر میکنم این کمکی که رسانه ها در بلند کردن صدای کسانی که آزار دیده اند به این جنبش در حال شکل گیری کردن. فکر میکنید که یک جنبشی در حال شکل گیریه؟ فکر میکنید که این نوک کوه یخه؟ الان واقعا نمیشه این رو گفت که این نوک، در مورد میزان آزارهای جنسی و روایت هایی که هست، همونطوری که شادی اشاره کرد، روایت هایی که در تجاوز و تعرض های بین خویشاوندی هست، روایت هایی که در فرض بکنید توجه تجاوز و تعرض محل کار هست، نوک کوه یخ هست. ولی آیا این روایتگری با همین سرعتی که داره بیان میشه در حال حاضر در شبکه‌های اجتماعی ادامه پیدا میکنه؟ آیا منجر به تغییراتی میشه در ساختار قانونی یا در نهادهای پلیسی؟ آیا منجر به تغییراتی میشه که افراد شروع کنن درست مثل جامعه‌ای که در جامعه آمریکا پس از میتو چندین و چند نهاد جامعه مدنی و سازمان‌های غیر انتفاعی ایجاد شدن برای کمک رسانی به افرادی که نیاز دارن به وکیل یا نیاز دارن به کمک حقوقی یا نیاز دارن پیگیری کنن مسئله تعرض در محل کار رو؟
آیا به اینها می انجامه؟ من فکر میکنم باید صبر کنیم. به هر حال جامعه ما جامعه هستش که همه اینها رو به دست آوردن کار دشواریه. با سازمانهای نهادهای غیر انتفاعی برخورد امنیتی میشه و بدون این نهادهای واسطه‌ای واقعا قدرت بخشی به زنان و مردانی که به نوعی آزاردیده تعرض‌ها و تجاوزهای جنسی هستن کار بسیار دشواری خواهد بود. برای همین من حدسم اینه که تا حدی در شبکه‌های اجتماعی مطرح میشه و بعد باید دید که چقدر مردم نهاد میتونیم از نظر قدرت بخشی به جامعه مدنی برای حمایت به آزاردیده ها کاری بکنیم. خانم کانوری، این روزها هم درباره تجاوز جنسی بحث زیاده، هم راجع به تعرض جنسی. اولی رو راحت تر میشه ثابت کرد تا دومی رو، و بسیاری در جامعه هستن که معتقدن که به نوعی تعرض جنسی یا فرضاً آزار کلامی در خیابان ها در محیط های عمومی رو لزوما تعرض نمیدونند. چه کار میشه کرد که این رو هم در واقع تقبیح بشه در جامعه و بپذیرن آن دسته از مردانی که چنین کاری میکنن که این کار نباید انجام بشه؟ ببینید، این چیزی که الان ما داریم میبینیم یه آشفتگی در استفاده از واژه‌هایی هستش که مربوط به انواع و یک در واقع گستره ای از آزارهای جنسی هستش. تجاوز جنسی رو به مفهوم دخول یا فرض کن سکس در رابطه با انواع اقسام رابطه های سکسی که وجود داره و به زور تعریف میکنن و بعد تعرض تبدیل شده به یک چیزی مثل انواع گستره ها، از در واقع خشونت کلامی که حاوی آزار جنسیه تا لمس بدن. اینها رو بدون اینکه فرض کنید یک اجماعی در بین متخصصان این حوزه نباشه برای معرفی این واژه ها و این اجماع تبدیل بشه به یک در واقع آغاز یک جنبشی بشه برای تغییر و تعریف اینها، در فرض بکنید حتی اگر قوانین خود کشور رو نمیشه تغییر کرد، قوانین مثلا محل کار، جاهایی که جامعه مدنی میتونه تأثیر بیشتری بگذاره، بدون این تعریف ها مشخص نمیشه تجاوز چیه، تعرض چیه. در مورد چیزی که شما دارید صحبت میکنید که این گستره این آزارها، حتی بعضی ها فکر میکنن خب یک متلک، یک آزار خیابانی نباید بهش بگیم تعرض جنسی، یک متلک به آزار خیابانی. اینو در ساختار کشورهای قانونی، کشورهای دموکراتیک، کشور محل زندگی من مثل کانادا، هر کدوم از اینا تعریف حقوقی پیدا کرده و هر کدوم از اینها در ساختار تعدیبی قانونی بنا به تناسب جرم و در واقع کاری که موجب آزار شده، خب باهاش برخورد تعدیبی میشه. یک نکته مهمی هم واقعا الان من دارم شاهدش هستم در شبکه‌های اجتماعی این هستش که این برخورد تنبیهی در دادگاه شبکه‌های اجتماعی به گونه‌ای هستش که برخورد این گونه است که فرد متجاوز یا متعرض جنسی رو به نوعی میخوان از ساختار حقوق قضاییش حتی در فرض کنین چارچوب حقوق ایران هست بودن، یعنی میگن که این آدم نباید هیچ حقوقی داشته باشه، در حالی که واقعا مسئله پیگرد آزارهای جنسی باید به حقوق متهم ما واقف باشیم. قصد این نیست که متهم از زندگی ساقط شن، بلکه قصد این هستش که این تعدیب کمکی بکنه به بازسازی جامعه، به تعریف کمتر شدن جامعه و به بازگشت این آدم ها دوباره به جامعه به عنوانی که آدم هایی که آزار جنسی نخواهند رسوند. متشکرم از شما. نازلی کانوری، نویسنده و پژوهشگر حوزه سکس و جنسیت. وکلای نازنین زاغری دولت بریتانیا را متهم کردند که آمدانه اقدام برای آزادی او را به دلیل نگرانی بوریس جانسون از دلخوری دولت آمریکا به تأخیر انداخته. نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی است که از فروردین 95 تا کنون در ایران زندانی است. مریم افشان گزارش می‌دهد. تعطیلات نوروز 95 برای دیدار با خانواده با دختر 22 ماهه‌اش به ایران رفت. در راه بازگشت به لندن در فرودگاه امام خمینی توسط ماموران سپاه پاسداران بازداشت شد. روزها خانواده خبری از او نداشتند تا بالاخره فهمیدند به زندان کرمان منتقل شده. نازنین زاغری به اتهام جاسوسی به 5 سال زندان محکوم شد، اتهامی که او رد می کند. در این چند سال بریتانیا تلاش کرد تا با رایزنی‌های با مقامات ایران راهی برای آزادی نازنین زاغری پیدا کند. از جمله بوریس جانسون، وزیر امور خارجه وقت بریتانیا، 2 سال پیش به ایران رفت. دولت بریتانیا 400 میلیون پوند بابت قرارداد تانک‌های چیفتن که در دوران پهلوی با ایران بسته به این کشور بدهکار است.
پیشتر ریچارد رتکلیف گفته بود همسرش در ایران به گروگان گرفته شده و از او مانند مهره شطرنج استفاده می کنند. آقای رتکلیف همینطور گفته بود که چند مقام قضایی به نازنین گفته بودند تا بریتانیا پول ایران را ندهد خبری از آزادی نیست. هر دو دولت بریتانیا و ایران هم رابطه بدهی و بازداشت خانم زاغری را تکذیب می کنند. حالا روزنامه گاردین به نقل از نامه 7 صفحه‌ای وکلای نازنین زاغری به وزیر دفاع بریتانیا نوشته دلیل تأخیر پرداخت بدهی نگرانی بوریس جانسون از ترس دلخوری دولت دونالد ترامپ در آمریکاست. بیش از 4 سال است نازنین زاغری در زندان است. دختر خردسالش سال گذشته و بعد از گذشته بیش از 3 سال به لندن آمد تا در کنار پدر باشد و به مدرسه برود. نازنین زاغری از 27 اسفند و به دنبال شروع کرونا از زندان آزاد شد با پابندی الکتریکی. در این ماه‌ها اجازه نداشت از خانه والدینش 300 متر دورتر برود. پرونده نازنین زاغری در سال‌های گذشته به یکی از اختلافات دیپلماتیک بین ایران و بریتانیا تبدیل شد. پرونده‌ای که قربانیش خانواده است که سال‌هاست از هم جدا افتاده. نازنین زاغری هم تنها مهاجر ایرانی نیست که برای دیدار با خانواده به ایران رفته و گرفتار ماموران امنیتی و زندان در ایران شده. مریم افشنگ، BBC. ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری رتکلیف از لندن با ماست. آقای رتکلیف، خوش آمدید به برنامه. ابتدا از این ادعای وکلای خانم زاغری شروع بکنیم، مبنی بر اینکه دولت بوریس جانسون به دلیل نگرانی از واکنش دونالد ترامپ به دهی بریتانیا رو پس نمیده به ایران. بله، عصر شما بخیر. این کاملا درسته. وکلای او در لندن یک نامه 7 صفحه‌ای به وزیر دفاع نوشتن و اصولا دولت رو متهم کردن که نمیخواد که با پرداخت این پول قائله رو ختم کنه و دلیلش مرتبط شده به انتخابات آمریکا، به این دلیل که ما متوجه شدیم که جلسه شنودی که قرار بود برگزار بشه در این باره به یک باره به ماه مارس موفق شده انداخته شده و خب این ممکنه تصادفی باشه، ولی از طرف دیگر ما در گذشته هم از برخی از مقام‌های دولتی شنیده بودیم که اینها نگران واکنش آمریکایی هستند و خب آمریکا، دولت ما واقعا این قضیه رو که مدت هاست ادامه داره و با وجودی که اتهام‌های شدیدی بوده که اگر شما این قضیه رو حل نکنید ممکنه که گروگان‌های دیگر بریتانیایی به خطر بیفتن، بنابراین ما فکر می‌کنیم که دولت در درجه اول وظیفه‌ش اینه که امنیت شهروندان بریتانیایی رو تضمین کنه و به وظیفه‌ش عمل کنه. آقای رتکلیف، واکنش مقام‌های بریتانیا چه بوده؟ اساساً واکنشی نشون دادند به این ادعا؟ پاسخ کوچک اینه که ما هنوز جوابی براش نداریم. پاسخ کوتاه اینه، نامه رو فرستادن و خب اونا میدونن که ما چی داریم میگیم، ولی هنوز تا اینجا پاسخ رسمی دریافت نکردیم. طبیعتاً یه مقدار طول میکشه تا اینکه پاسخ رو دریافت کنیم. فکر نمی‌کنم که پاسخی شاید بگیریم لزوماً، چون به آخرین نامه ما پاسخی داده نشده بود. ما می‌خوایم که با وزارت خارجه ملاقات کنیم تا بعضی از مسائل رو باشون بحث کنیم، اینکه بپرسیم ازشون چه کار می‌خوام بکنم برای حل این مشکل و برای حفظ سلامت نازنین. و در نهایت واکنش خانم زاغری چه بود؟ با ایشون در تماس هستید؟ نظر ایشون چیه درباره این ادعا؟ بله، همونطور که در گزارش شما ذکر کردید، نازنین الان خارج از زندان هست و در خانه والدین خودش هست. 5 ماه پیش اومد بیرون و وقتی که بیرون اومد رهبر ایران اعلام کرد که کسانی که محکومیت زیر 5 ساله داشتن مشمول رفعت میشن و میتونن مرخصی بگیرن و خب هر کسی که این معیارها رو در واقع باش منطبق بوده آزاد شده تا اینجا، ولی او هنوز آزاد نشده.
و خب این واقعا مضحکه که حتی به قانون خود ایران هم احترام نگذاشتن و رعایتش نکردن. و خب اون البته میدونه که این نامه نوشته شده و طبیعتا ما امیدوار هستیم که وقتی که 6 ماه پیش امیدوار بودیم به آزادی اوش، خیلی بیشتر امیدوار بودیم، ولی خب الان این در این برزخ قرار گرفتیم و طبیعتا احتمالا بدترین خبر برای او خبر آزمایش خونی بود که چند نتیجه اون هم نتیجه مساعد و خوبی نبود، اون هم براش خیلی سخت بود. و خب یه بحث اینه که شما 4 سال عمرتون از دست بدین، این یک طرف ماجراست. یک طرف ماجرا اینه که شما باید در با 2 دولت بجنگین و در اختلاف 2 تا دولت گرفتار بشید. متشکرم. ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری رتکلیف. نمایندگان مجلس ایران در طرحی با عنوان ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، فعالیت شبکه‌های اجتماعی را منوط به تایید یک هیئت ساماندهی و نظارت کردند و خواستار احراز هویت کاربران اینترنت شدند. این طرح با امضای 40 نماینده اصولگرای مجلس دیروز اعلام وصول شد و در نوبت بررسی در صحن علنی است. در طرح پیشنهادی نمایندگان استفاده از فیلتر شکن جرم تلقی شده و برای آن مجازات حبس و جزای نقدی در نظر گرفته شده. اشکان خسروپور، خبرنگار تکنولوژی از پاریس با ماست. آقای خسروپور، چقدر عملی احراز هویت کاربران جایگزینی شبکه‌های اجتماعی؟ ببینید، از نظر فنی کاملا شدنیه، اینکه در واقع اینطوری که میگن با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور یا چیزی شبیه این، در واقع بخوان که از کاربرا پیش از اینکه به اینترنت دسترس داشته باشن وارد اینترنت بشن. و خب زیرساخت‌های لازم هم فراهم شده و ما در قطعی اینترنت در آبان ماه 98 دیدیم که این امکان پذیر هست که یک سری از زیرساخت‌های داخلی در واقع کار بکنه بدون اینکه نیاز به اینترنت خارجی باشه. از نظر فنی شدنیه، منتها نگهداری از این سیستم ها کار دشواریه، نیروهای متخصص کمی داریم، بخش زیادیشون دارن مهاجرت میکنن، به هر حال این تربیت نیرو چالش بزرگیه و ولی از نظر فنی کاملا شدنی. پس در واقع کاربران ایرانی حق دارن نگران این اتفاق باشن؟ ببینین، واقعیتش اینه که یک همچین طرحی از مدت ها پیش در ذهن مقامات بوده که همچین احراز هویتی رو پیاده بکنن، به طور مشخص از دهه 80. اگر ما به مصاحبه هایی که مسئولین کردن نگاه بکنیم، در آذر ماه 97 آقای ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی گفتگویی داشتن با روزنامه همشهری، در این گفتگو گفتن که ما دنبال احراز هویت کاربران هستیم. به طور مشخص روی این موضوع تاکید کردن و گفتن که دلیلش همین هست که ما میخواییم احساس مسئولیت بکنه کاربر در قبال کارهایی که انجام میده در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی. این که بدونن که چه اتفاقی داره میفته و بدونن که به هر حال این مسئولیت داستان رو بپذیرن، مسئولیت چیزی که مینویسن رو پخش میکنن رو بپذیرن. استدلالشون هم کاملا این هست که در سیستم سنتی در واقع ما تلفن رو، تلگرام رو، نامه نگاری رو، در تمام این موارد ما احراز هویت داریم، پس چرا اینجا نباشه. و حالا جزء استدلالاشون هم اینه که ما تو فرانسه مثلا مکرون گفته که جلیقه ظرف ها اگه شلوغ میکنن به خاطر آشوب هایی که در فضای مجازی اتفاق میفته، هماهنگی هایی که در فضای مجازی رخ میده و اینها، و به این دلیل پشتیبانی کردن از این ایده. و شاید جالب باشه براتون بدونید که سال 97 که ایشون داره صحبت میکنه، میگه ما انتظار داشتیم که سال 96، یک سال زودتر در واقع این طرح به سرانجام رسیده باشه. یعنی طبق گفته آقای فیروزآبادی یه مقداری دیرکرد هم داشتن، 3-4 سال. جنبه دیگه که میتونه نگران کننده باشه برای بسیاری، ممنوعیت استفاده از فیلتر شکن و جرم تلقی شدن این موضوع، اون چقدر قابل پیگیریه؟
ببینید واقعیتش اینه که بخش زیادی از فیلتر شکن هایی که استفاده میشن در داخل ایران ما منبعی راجبشون نداریم، این پلاس رو داده ها رو کجا ذخیره میکنن. خیلی جالبه که بخشی از این فیلتر شکن ها در واقع از طریق درگاه های سایتی فروخته میشن، سایت دارن، پرداخت هزینه شون از طریق درگاه های بانکی صورت میگیره و اینها رو ما هیچ اطلاعاتی نداریم که داده هاشون رو کجا ذخیره میکنن، داده های کاربر رو. از این نظر ممکنه که مقداری ما رو نگران بکنه، اما به طور کلی هر آن چیزی شبیه فیلتر شکن میتونه برای دور زدن این اتفاقها به وجود بیاد و نمونه هایی در واقع وجود دارن، نرم افزارهایی که میتونن در واقع این رد رو گم بکنن، شناسایی رو غیر قابل شناسایی بکنن کاربر رو. به طور کلی حالا جرم انگاری شدنش یه بحثه، ولی اینکه چطور بخوان مجرم رو پیدا بکنن، اینکه چطور بخوان چه تنبیهی براش در نظر بگیرن، چالش به نظرم جدیه که هیچ جوابی توی این طرح پیام‌رسان‌ها براش نیست واقعا. و خود جرم هم خیلی دقیق گفته نشده که چه روی کردی در واقع جرم دقیقا تلقی میشه. مثلا در بخشی از این طرح داریم که مرزبانی دیجیتال، حالا فارغ از اینکه اینترنت اصلا مرز داره یا نداره که نداره، اینکه چه رفتاری در واقع خروج از مرز تلقی میشه یا نمیشه خیلی واضح نیست. در نتیجه جرم هم خیلی واضح معلوم نیست که جرم چیه، در واقع تنبیه چیه و همه اینها. متشکرم از شما اشکان خسروپور، روزنامه‌نگار تکنولوژی. روح الله حسینیان امروز در 65 سالگی درگذشت. این پستی است که فرزندش در آن از مرگ پدر خبر داده. هرچند دلیل مرگ او هنوز روشن نیست، اما بعضی رسانه‌های داخل ایران گفتند او به کووید 19 مبتلا بوده. روح الله حسینیان از چهره‌های جنجالی قضایی، امنیتی و سیاسی نزدیک به محافظه‌کاران تندرو در ایران و از پایه‌گذاران جبهه پایداری بود. او دو دوره نماینده مجلس شورای اسلامی بود و در مجلس هشتم رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی حامی دولت محمود احمدی نژاد بود. آقای حسینیان از سال 74 به حکم آیت الله خامنه ای رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی شد. قوه قضاییه ایران او را در لیست وکلای مورد اعتماد برای وکالت پرونده های امنیتی معرفی کرده بود. روح الله حسینیان فارغ التحصیل مدرسه حقانی بود، مدرسه‌ای که بسیاری از مسئولان قضایی امنیتی ایران در دهه 60 از آن فارغ التحصیل شدند. او را در دستگاه اطلاعاتی ایران به خسرو خوبان می‌شناختند. آقای حسینیان در انتخابات سال 76 طرفدار محمد خاتمی بود، اما بعد از رسوایی قتل‌های زنجیره‌ای و افشای دست داشتن شماری از به اصطلاح نیروهای خودسر با تغییر روی کرد، به نوعی سخنگوی محافظه‌کاران شد. او همیشه از سعید امامی، یکی از متهمان اصلی کشتن منتقدان و روشنفکران، دفاع می‌کرد. در سال 1378 روزنامه صبح امروز از قول آقای حسینیان جمله‌ای رو تیتر کرد که ما خودمون والای زمان قاتل بودیم، جمله‌ای که جنجال بزرگی رو در اون زمان رقم زد. آقای حسینیان این مسئله رو تکذیب کرد و دست‌اندرکاران روزنامه میگند بعد از گوش دادن دوباره به نوار مصاحبه فهمیدند آقای حسینیان گفته ما زمانی قاضی بودیم و نه قاتل. تندروی‌های روح الله حسینیان به دهه 60 و 70 منحصر نمیشه. او در سال 88 هم از پیشنهاد دهندگان طرحی دو فوریتی به مجلس بود که برای اعدام فوری کسانی که محارب خوانده میشند، اون هم بدون دادرسی معمول و ظرف 5 روز، طرحی که البته کنار گذاشته شد. روح الله حسینیان از منتقدان حسن روحانی هم بود. او پس از امضای توافق هسته‌ای تهدید کرده بود که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و محمد جواد ظریف وزیر خارجه رو در راکتور عراق دفن خواهد کرد. روح الله حسینیان در دوره حیاتش کم اظهارات بحث برانگیز نداشت. نمونش این سخنان درباره اعدام‌های دهه 60 و نقش ابراهیم رئیسی. یکی از ایراداتی که با آقای رئیسی می‌گرفتن این بود که آقای رئیسی مثلا جزء این گروهی بوده که اعدام کرده مدافعین رو. خب آقای رئیسی رو باید جایزه داد. اولا آقای رئیسی که از خونه صبح بلند نشده بیاد بیرون حکم صادر بکنه علیه منافقین، مسئول کشور امام تشخیص داده ایشون رو حکم داده و مسئول یکی از مسئولین این کار قرار. مردم باید تشکر بکنن از آقای رئیسی، نه انتقاد بکنن.
حالا این جمهوری اسلامی میشه مسئولین قضایی میشن بدهکار. برای گفتگوی بیشتری راجع مصداقی، پژوهشگر مسائل سیاسی ایران و فعال حقوق بشر از استکهلم ما ماست. آقای مصداقی، منتقدان جمهوری اسلامی و آقای حسینیان کارنامه حقوق بشری رو کارنامه دهشتناکی میدونن. من باز بیان یکی از ویژگی‌های دیگه او دروغگویی محضش بود. در انتخابات 76 یکی از حامیان آقای ری شهری بود و یکی از بنیانگذاران جمعیت ارزش‌ها، ولی خب او همچنان دروغ میگفت و همچنان به سناریو سازی ادامه میداد. باید این عرض کنم خدمتتون، او از سال 58 در دادستانی انقلاب مشغول کار بود. یکی از کسانی است که با پور محمدی آقای امیر انتظام رو دستگیر کردند و بعد هم او یکی از مسئولین روابط عمومی دادستانی بود و همچنین کسی که مسئول بررسی مطبوعات بود و سرکوب مطبوعات رو دادستانی از طریق او و یا بررسی او پیش می برد. و بعد هم میدونیم که او همراه جفت جدا نشدنی خودش پور محمدی به مشهد رفت، اونجا معاون پور محمدی بود و بعد هم از اونجا رفت به سیستان و بلوچستان و در اونجا جنایت کرد. و بعد در مقطع کشتار 67 او در واقع جانشین دادستان انقلاب اسلامی در وزارت اطلاعات بود و وزارت اطلاعات در واقع سازماندهی کشتار رو به عهده داشت. و بعد هم میدونیم که او کسی بود که سازماندهی حمله به خونه آیت الله منتظری، غارت آیت الله، غارت منزل و بیت ایشون رو به عهده داشت و همچنین کسی بود که سید مهدی هاشمی رو در واقع جزء اون کسانی بود که دستگیر کردن و سناریو سازی علیه سید مهدی هاشمی رو برای زدن آیت الله منتظری اینها پیش بردن. بسیار نزدیک بود به آقای ری شهری و همراه او کار میکرد. و بعد هم میدونیم که در کسی بود که در دادسرای ویژه روحانیت مسئولیت داشت و از اونجا بود که سرکوب عجیبی رو علیه هواداران آیت الله منتظری پیش برد. ببینید، بنابراین دفاع او از کشتار 67، دفاع او از اونچه که در ارتباط با رئیسی میگه و تاکید میکنه باید به او جایزه داد، در واقع جایزه به خودش هم هست، چون او هم دست داشت در این کشتار و در برنامه ریزی این کشتار دست داشتش. آقای حسینیان از جمله افراد حاضر در حلقه مدرسه حقانی بود. آیا ادامه اون خط فکری و ایدئولوژیک رو امروز هم میشه دید یا اینکه محدود شد به همون دهه های اول انقلاب؟ نه، خب امروز هم ما میتونیم این رو ببینیم، به خاطر اینکه کسانی که امروز هم سکان دستگاه قضایی رو به عهده دارن، رد پاشون رو شما میتونید تو مجلس حقانی ببینید، حتی میتونید اینو تو رازینی ببینید، میتونید تو حتی در ارتباط با آقای رئیسی ببینید، نزدیکان ایشون ببینید. اینی که موضوع فقط در حد خود سال دهه 60 نیستش، همچنان این ادامه پیدا کرده. البته نه اینکه فقط مدرسه حقانی تولید قاضی یا جنایتکار میکرده، تمام بخشای رژیم در این امر دخالت داشتن، منتها اونجا به عنوان یک محفلی بوده، چون آقای قدوسی و آقای بهشتی اونجا رو اداره میکردن و اینها بعدها دادستان انقلاب اسلامی مرکز و رئیس دیوان عالی کشور شدن، نزدیکان خودشون رو همه رو به این آوردن توی دستگاه قضایی و بعد میتونیم رد اونها رو ببینیم که تا دهه های بعد هم در رأس قدرت بودن و همچنان با هم دیگه نزدیک بودن، جلسه داشتن، همین الان هم هست، جلسات خودشون رو دارن و میدونید حتی مثلا یه حلقه خود آقای فلاحیان دارن. میدونین خود وزیر اطلاعات کنونی قبل از اینکه وزیر اطلاعات بشه، یک سال و نیم قبل از انتخابات در نزد آقای فلاحیان در دفتر ایشون دوره میدیده و اساسا در دفتر ایشون بیتوته کرده بود و حالا بعدا وزیر اطلاعات شدن. عرض اینه که حتی کسایی که وزیر اطلاعات میشن یا کسانی که در دستگاه اطلاعاتی قدرت میگیرن، به نوعی دست پروردگان اینها هستن و از کانال اینها میگذرن.
آقای حسینیان از در حالی از دنیا رفت که هرگز در دادگاه عادلی فرصت نشد که درباره اتهاماتش درباره نقش داشتن در اعدام‌های دهه 60 پاسخ بده. فکر می‌کنید روزی خواهد بود که دیگر کسانی که در اون اعدام‌ها دست داشتند در دادگاهی حاضر بشن و پاسخگوی این اتهامات باشن؟ البته که ما امیدواریم. آقای الان حمید نوری در زندان هستن، قطعا این نویدی هست برای اینکه عدالت برای دیگران هم اجرا بشه و آقای حمید نوری قطعا آخرین نفر نخواهند بود، اولین نفر ولی آخرین نفر نخواهند بود. طبیعی است در نظام اسلامی نمیشه انتظار داشت که عدالت برقرار بشه. آقای رولا حسینیان متهم بودن به زنای محسنه، میدونیم پس فرزند آیت الله منتظری نامه‌ای که نوشتن به خامنه‌ای تاکید کردن روی این مسئله و گفتن تبعاتش رو هم میپذیرن. همه اسناد مدارک و شواهد برای زنای محسنه ایشون بود، ولی خب از قدرت رهبری یا زیر حمایت رهبری و زیر چتر رهبری و بیت رهبری بود، بنابراین نمیشد به این مسئلهش رسیدگی کرد، مثل دیگر جنایاتی که او و همتایان او مرتکب شدن و مسئول از پیگیری قضایی است. متشکرم از شما ایرج مصداقی، پژوهشگر مسائل سیاسی ایران. گروه طالبان امروز به یک قرارگاه نیروهای کماندوی ارتش افغانستان در ولایت بلخ حمله کردند. در این حمله دست کم دو غیر نظامی و یک نظامی کشته و 41 نفر دیگر از جمله 35 غیر نظامی زخمی شدند. مقام‌های ارتش می‌گویند علاوه بر خسارت‌های جانی، تعداد زیادی از خانه‌های مردم محل هم خراب شده. علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد. حمله حوالی 8:45 دقیقه صبح رخ داده با موتر نوع مزدا پر از مواد انفجاری. این کودکان هم در حال جمع کردن آهن پاره‌های انفجار هستند، احتمالاً برای فروش. انفجارها زیاد شده و ظاهراً دیگر نیروهای امنیتی اسنادی از محل انفجار جمع نمی‌کنند. عامل انتحاری موترش را در نزدیک محل پارک کرده که منطقه مسکونی هم هست. بیشتر افراد زخمی شده غیر نظامی هستند. امکان اشتگی بدیم یه وقت تاریکی شد. خوب بود که بچه کلانیم بود. اگه ما نبود کلگ ما زیر خواب میشتیم. همی که در آمدم و گردنش و پشتش دم سرش میداشت. دختر من دستش رو برید. به دختر گردگی من سرش میداشت. خانه سر ما ریخ. دیگر تکه تکشتم زخمی شدیم. چند نفر از شما زخمی شدیم؟ یک دختریم هست، یک بچه‌ایم هست، خودیم هستم، سه نفر زخمی شدن. زخمی دیگه می دور پیش هم سو، هر کس یک سه چار، از هر کمی سه چار نفر، پنج نفر زخمی داره. مقام های اردو می گویند هدف قرارگاه کماندوهای اردوی ملی بوده. گرچه تارگیت از این حمله یک قرارگاه کماندوهای اردوی ملی بودن که خوشبختانه دشمن نتانستن که در داخل از اون نفوذ بکنن، بنابراین از یک استقامت دیگه ای حمله را انجام دادن. طالبان مسئولیت حمله را بر عهده گرفته و ادعا کردند که ده ها کماندو کشته و زخمی شدند. وزارت داخله امروز با نشر این آمار مدعی شد که گروه طالبان در دو هفته گذشته 781 بار حمله کردند. از اثر 781 تحرک طالبان در جریان دو هفته گذشته 88 تن از همتنان ملکی ما شهید و 133 تن دیگر مجروح گردیدند. در جریان تحرکات و جنایات این گروه در 27 ولایت کشور بیشترین تلفات را به ولایت‌های کندهار و غزنی وارد کردند. گروه طالبان همواره این اتهام‌ها را رد کرده و در مقابل اتهام مشابهی را علیه نیروهای امنیتی ادعا کردند. از دید دولت، گروه طالبان برخلاف تعهدش در توافقنامه صلح با آمریکا حملاتش را افزایش داده. علاوه بر این، تعداد حملات این گروه در ولایت‌ها و مناطق غیر شهری هم بیشتر شده و نسبت به گذشته نیروهای امنیتی بیشتری هدف قرار می‌گیرند، همانند حمله امروز در ولسوالی بلخ. جنگ افغانستان چندی پیش با زمزمه‌های آغاز مذاکرات بین‌الافغانی بین طالبان و دولت افغانستان می‌رفت که وارد مرحله امیدوارکننده شود. اما در حال حاضر همین روزنه هم تاریک شده. خبری از مذاکرات نیست و جنگ همچنان ادامه دارد. علی حسینی، بی بی سی، کابل.
در آمریکا گرد همایی سراسری حزب جمهوری خواه دیروز با اعلام رسمی نامزدی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری کارش را آغاز کرد. آقای ترامپ که به همین دلیل به کارولینای شمالی سفر کرده، در سخنرانی دموکرات‌ها را متهم کرد که می‌خواهند از همه‌گیری کرونا سوء استفاده کنند تا در انتخابات پیروز شوند. او درباره احتمال تخلف در رای‌دهی‌های پستی هم هشدار داد. گرد همایی حزب جمهوری خواه 4 روز است و قرار است آقای ترامپ و خانواده‌اش هر روز در آن سخنرانی کنند. خشایار جنیدی گزارش می‌دهد. گرد همایی ملی حزب جمهوری خواه با این پیام دونالد ترامپ آغاز شده. هشدار به جمهوری خواهان درباره نارضایتیش از گسترش رای‌دهی پستی در این انتخابات. تنها راهی که با آن خواهند توانست نتیجه انتخابات را از دستان ما خارج کنند تقلب است. ما در این انتخابات برنده می شویم. آقای ترامپ همچنین در نخستین سخنرانیش در این گرد همایی گفت با انتخاب مجدد او کشور به مسیر درستش ادامه خواهد داد یا با انتخاب جو بایدن در مسیر نادرستی خواهد افتاد. دونالد ترامپ امیدوار است گرد همایی 4 روزه جمهوری خواهان به او امکان دهد تا پیامش را بیشتر از قبل به گوش رای دهندگان برساند. همه‌گیری ویروس کرونا در ماه‌های گذشته بر همه جنبه‌های زندگی مردم از جمله کارزارهای انتخاباتی سایه انداخته. به نظر من مهمترین موضوع همین مسئله کرونا است و یکی مسئله رکود اقتصادی ناشی از کرونا. حزب جمهوری خواه امسال مرامنامه انتخاباتی تازه ای را اعلام نمی کند. بنابراین برنامه انتخاباتی جمهوری خواهان برنامه ای خواهد بود که از سوی آقای ترامپ اعلام شود. حزب جمهوری خواه از طرف حامیانش اداره میشه و عقاید حامیان خودش رو دنبال میکنه. بنابراین اگر حزب آمده و در بعض حرفای آقای ترامپ رو قبول کرده، باستی قبول کنیم که این خواسته حامیان حزب بوده. در برنامه 50 ماده ای آقای ترامپ وعده داده شده تا پایان امسال واکسن ویروس کرونا تولید شود و زندگی مردم از سال آینده به حالت عادی برگردد. کاستن از مانیات‌ها، ایجاد 10 میلیون فرصت شغلی و 1 میلیون کسب و کار کوچک از دیگر وعده‌های آقای ترامپ است. آقای ترامپ همچنین وعده داده وابستگی اقتصادی به چین کاهش یابد و قول داده پکن را به خاطر همه‌گیری ویروس کرونا پاسخگو کند. تحلیلگران می‌گویند شکاف اجتماعی میان طرفداران و مخالفان آقای ترامپ به حدی است که حتی مهمترین مسائل اقتصادی را هم نمیتوان به عنوان مهمترین موضوع در تعیین نتیجه انتخابات دانست. امسال انتخابات قبیله‌ای شده. یعنی هیچ مسئله‌ای رو نمیتونیم برداریم و بگیم بر اساس این مسئله مردم به یک طرف یا طرف دیگر رأی خواهند داد. دموکرات‌ها هفته گذشته در گرد همایی خود به سیاست‌های آقای ترامپ حمله کردند. این هفته نوبت جمهوری خواهان است که از این سیاست ها حمایت کنند و نتایج مثبت آن را بر زندگی شهروندان بگویند. این در حالی است که در نظرسنجی ها جو بایدن همچنان از دونالد ترامپ جلوتر است. خشایار جنیدی، BBC، واشنگتن. وزیران خارجه آمریکا و امارات قرار است به زودی با هم ملاقات کنند. اما بعضی گزارش ها حاکی است که تنش میان آمریکا و اسرائیل از یک سو و امارات متحده عربی از سوی دیگر شکل گرفته. گفته شده مخالفت علنی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با فروش جنگنده های F-35 به امارات دلیل اصلی این اختلاف است. امارات و اسرائیل اخیراً برای عادی سازی روابط به توافق رسیدند. مقام‌های امارات و آمریکا ابراز امیدواری کرده بودند که بعد از این توافق امارات بتواند جنگنده F-35 بخرد. با این حال سرنوشت قطعی چنین معامله‌ای هنوز روشن نیست. کیوان حسینی گزارش می‌دهد. برگ برنده آمریکا در آسمان، پیشرفته‌ترین جنگنده جهان یا قدرتمندترین سلاح پرنده. اینها توصیفاتی است که برای این جنگنده هوایی استفاده شده. هواپیمای لاکهید مارتین F-35 لایتنینگ 2 که به اختصار به F-35 معروف است. هواپیمای F-35 آخرین مدل از جنگنده‌هایی است که توسط شرکت لاکهید مارتین تولید می‌شود و
یکی از گرانترین سلاح‌هایی است که صنایع نظامی آمریکا به مشتریان بین‌المللی می‌فروشد. مشتری‌هایی که اگرچه تعدادشان کم نیست، اما با وسواسی قابل توجه انتخاب می‌شوند و حساسیت‌های سیاسی و یارگیری‌های ژئوپلیتیک معیاری کلیدی برای انتخاب مشتری هستند. امارات متحده عربی آخرین کشوری است که مدت هاست به دنبال خرید F-35 است، اما هنوز موفق نشده. این کشور که در سالهای اخیر به سرعت در حال مدرن سازی ارتش و افزایش قوای نظامی است، در صورت خرید F-35 تنها کشور مسلمان عربی خواهد بود که به چنین سلاح پیشرفته‌ای دسترسی پیدا خواهد کرد. مانع اصلی چنین خریدی اما اینجاست: اسرائیل، کشوری که از آمریکا قول گرفته ارتشش تنها ارتشی باشد که به پیشرفته ترین سلاح‌های آمریکایی در منطقه دسترسی دارد. آمریکا به برتری کیفی تسلیحاتی اسرائیل تعهد حقوقی دارد. ما به این تعهد پایبندیم. حالا اگر آمریکا به امارات F-35 بفروشد، عملاً برتری هوایی اسرائیل در منطقه با پرسش‌های روبرو خواهد شد. در حال حاضر بجز اسرائیل، ترکیه تنها کشوری است که به تعداد محدودی F-35 دسترسی دارد. در این حال امارات امیدوار بود که بعد از توافق صلح با اسرائیل و عادی سازی روابط مشکل حل شود و این خرید تسلیحاتی ممکن شود، موضوعی که در 48 ساعت اخیر از سوی برخی چهره‌های دولت ترامپ نیز مطرح شد. امارات برای مدت طولانیه که به دنبال F-35ه. کسی که بیش از همه دلش نمیخواد اونها F-35 داشته باشن ایرانه، که اون طرف تنگه هرمز هستن. واقعیت اینه که قرارداد صلح احتمال این خرید رو افزایش میده. ما در حال بررسی هستیم و وزارت خارجه و وزارت دفاع هم باید نظر بدن. اما در اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور به رغم توافق صلح با امارات، همچنان به شکل علنی با اینکه این کشور به F-35 دسترسی پیدا کند مخالف است. مسئله‌ای که به نوشته وبسایت آمریکایی اکسیوس از چشم اماراتی‌ها دور نمانده و به همین دلیل اماراتی‌ها هفته گذشته یک جلسه سه جانبه را با آمریکا و اسرائیل لغو کردند. به هر حال مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در حال حاضر در منطقه است. او امروز اسرائیل را به مقصد سودان ترک کرد، اما در ادامه همین سفر بعد از سودان به بحرین و بعدش به امارات خواهد رفت تا با عبدالله بن زاید وزیر خارجه امارات ملاقات کند. ملاقاتی که فرصتی است تا همچنان امارات بر خواستش برای خرید F-35 پافشاری کند. استراتژی مستمری که هنوز روشن نیست دست خلبانهای ارتش امارات را به F-35 خواهد رساند یا نه. کیوان حسینی، BBC. به پایان 60 دقیقه رسیدیم. میتونید این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو در وبسایت BBC فارسی و یوتیوب تماشا بکنید. آخرین خبرها رو در اینستاگرام، تلگرام و توییتر BBC فارسی هم میتونید دنبال بکنید. ممنون از همراهی شما. مراقب هم باشید. We'll be right back.